بیش از 30 ساله که من همین کارم همیه پیرمرد بیرزن. اکثر شما دیدید دیگه، یکی نیستش که این من بگم به شما قبل از ما تاریخ نشون بده، سر دادن، دست دادن، پا دادن. کاروانی که از کربلا می آمد بین مرز هرات و اسلام قلعه یعنی مرز ایران تخت درست کردن به نام تخت میفور، شاید هیچی 300-400 نفر وجود رو همون تخت میشیشت. قبل از اینکه زایره بیا زمان موبایل و اینا که نبود دیگه، زایره میگفتن ما به فلان تاریخ میاییم، وقتا میشد دو روز مردم اونجا انتظار میکشیدن که زایره کربلا میخواد بیاد. بعد از اینکه از کربلا میامد برای از میگفتن کربلای حسن، کربلای حسین. ای خود همین کلمه خیلی امتیاز داشت، خیلی محبوبیت داشت بین مردم. این کلمه کلمه اعتماد بود. به طرف برفر مثلا میخواد داد و ستده بده میگه فلونی میگفت کربلا رفته یا نرفته. سلسله مستند کربلایی، روایتی از مسافران راه عشق. کربلایی، چند دفعه مشرف شدین کربلای معلا؟ منش از 12 سفر رفتم، شاید 13 یا 14. ماشاءالله، خدا قبول کنه. یه همه انرژی بهش قائل و قصد کجا آمده؟ حدیث ایست چرا از من بپرسید؟ مرا شرمنده ارباب بدنید. امام حسین در تار و پود و خون همه ما هست. هر کس میگه نیست اشتباه میکنه. عشق بوده. او زمانی که از توفیلیت که ما شیر میخوردیم او روزه ها مادر ما میرفته که شیر با عشق به ما میداده. خود تاثیر داشته دیگه. وجود ما روش کرده با شیر و عشق. شیر از مادر بوده، عشق از امام حسین بوده. در این سفرها چی دیدین؟ برخورد مردم با زائرای امام حسین علیه السلام چه رقم بود؟ ما جز عشق هیچی ندیدم. همه عشق بوده. همه عشق بوده. ما یکی از دوستا خودم بود که چندین سفر ما باشد، بالای 10 سفر با ایشون رفته باشم. ایشون بعد از عمل جرایی که دیدن 2 کیلو خوردی از قسمت رون از این برداشته بودن. یک عمل داشت. بازم خود ما رفت بعد از تسون ما که دکتر گفته تو یک سال استراحت کامل داشته باشی. اربعین که نمیشه که نرو. رفتیم با هم دیگر. همه لذت بردیم. هیچ جای کربلا نمیشه. هیچ جای ائمه نمیشه. مسافرت معمولا سختی خودش داره و البته خوشی های خودش داره. از این سختی ها و خوشی های سفرتان کمی برای ما بگوین. خود لذت میده دیگه. هر چی بوده لذت میده دیگه. اصلا ما سختی ندیدیم. وقتی میبینی یک کسی که معلول یک پا نداره، یک کسی که من دیدم دو تا پا نداره این داخل یک جعبه چوبی کرده بودن با دستاش گرفتیدن به حالت بلبرنگی چیزی درست که دیدن که هم خود همین جوان هم بلبرنگ داده بودن. این دستاش هم یک بستای درست که دیدن که بلبرنگ داشت. اینجوری میکشید. یه از نجف تا کربلا پیاده رفت. من که با پا رفتم. پس ما کار شاقی نکردم بگه. من پیره مردی دیدم. از این سوال شد که چقدر عمر کردی؟ گفت بالای 90 سال. گفت شاید به بالای خودش عرب بودم تا فارسی میفهمید. گفت بیش از 30 ساله. که ما همین کارم همیه از شرای اطراف میاندن پیرمرد بیرزن. اکثر شما دیدید دیگه، یکی نیستش که این من بگم به شما قبل از ما تاریخ نشون بده، سر دادن، دست دادن، پا دادن، کشته دادن، هزار چند نفر یک نفر به شهادت رسید و چند نفر دیگه رفتن. کبلایی، در منطقه شما وقتی که کسی از سفر کربلا پس میایه و کربلایی میشه چه رسم و رسومایی برای استقبال از او دارین شما؟ ما خدمت شما عرض کنم که ما زمانی که بچه بودیم کاروانی که از کربلا میامد بین مرز هرات و اسلام قلعه یعنی مرز ایران یک قسمتی بود به نام می فروش. وجیه به سلامتی شما یک تخت درست کردن به نام تخت میفروش، شاید هیچی 300-400 نفر وجیه روی همون تخت میشیشت. قبل از اینکه زایره بیا زمان موبایل و اینا که نبود دیگه، زایره میگفتن ما به فلان تاریخ میاییم، وقتا میشد 2 روز مردم اونجا انتظار میکشیدن که زایره کربلا میخواد بیاد.
سماوار بزرگی می بردم، چای می دادم، استقبال می کردم از ظاهر. وقت ظاهر که می آمد با یک بدرقه خاصه، یعنی طرفه که می گفتم وقتی که کلمه بعد از اینکه از کربلا می آمد برای از می گفتم کربلای حسن، کربلای حسین، ای خود همی کلمه خیلی امتیاز داشت، خیلی محبوبیت داشت بین مردم. این کلمه کلمه اعتماد بود. به طرف برفر مثلا میخواد داد و ستود بده، میگه فلونی میگفت کربلا رفته یا نرفته، میخوایم برای داد و ستود کنیم بپرسیم کربلا رفته یا نرفته. یعنی کسی که کربلا رفته یعنی خطا دیگه از او سر را میزنه، دیگه حق مردم را ضایع نمیکنه. حال شکر الحمدلله امکاناتی هستی که دوستان میرن. ما یک زمان یاد منه که بریم سر مور کربلا از قم کسی رفته بود، یاد منه که از اوایل که خیریه تاسیس شد به سال 1367 تاسیس شد، یکی از دوستان ما که طلبه از کربلا از قم تعداد مور کربلا آورد، این باور بکن ما فکر میکردیم یک تکه طلایه به کسی، ما اینقدر از این محافظت میکردیم. شما میفرمایین که کسی که کربلا میره قدر و عزت داره، ولی من یک چند نفر میشناسم که اینا هم به کربلا رفتن ولی به استقبال اینها نیامدن مگر با تازیانه، به استقبال اینا نیامدند مگر با دشنام، به استقبال اینا نیامدند مگر با حدک حرمت. جانم ابی عبدالله یا سیدی یا مولا، جانم ابی عبدالله، جانم ابی عبدالله، جانم ابی عبدالله، درگاه تو بوسیدن به بچه صفا دارد، درگاه تو بوسیدن به بچه صفا دارد، خاک سر کوی تو عطر شهدا دارد، محبوب همه دلها جانم ابی عبدالله. کربلایی، دمی سفرهایی که داشتین آیا غیر از شیعیان و پیروان اهل بیت هم حضور داشتن؟ میاسب میکنه که من از 72 کشور من میدیدم پرچم از اینا به این مسیرهایی که رفتم، بعضی وقتا بده یک سفر یک یاد داشت کردیم، یک سفر یک یاد داشت کردیم، بیش از 72 کشور، بعضی ها غیر مسلمان بودن. پس بدانیم خاکی که خاک انسان شده نیه، در اون محبت امام حسین بوده که این انسان، یعنی هسته، این قبول بکنی که هسته. و به نظر من که همون سفر هم که شد که خود حضرت زینب سلام الله علیه گفتن که ما جز خوبی هیچی ندیدم، پس خوبی بوده دیگه. حالا استقبال نشد نشد، حالا استقبال میشه، تا به تاریخ تاریخ باشه استقبال میشه. من سینه میزنم که بسوزم با پایتان، من گریه میکنم که بمیرم برایتان، سر میدم ز پای شما سر نمی کشم، جان بیدم که زنده شوم با دعای تا. مولا حسین و سید، مولا حسین و سید. اول از اولی که چشمتون به گنبد باصفای امام حسین علیه السلام افتاد، چه حسی داشته؟ اگر بخواسته باشم او حس به شما تعریف کنم، اگر برم کربلا برم او حس اینجا من نمیتونم به شما تعریف کنم. برای کسی که تا بال توفیق نشده به زیارت کربلا بره، برای کسی که شاید علاقه ایم نداشته یا شناختی نداره، شما در چند جمله کوتاه چی توصیه داری؟ ببینه شما میره امام حسین که اصلا گفتم به دل همه هسته، بعضی ها توفیق میخواد، این قبول بکنه که گاهی وقتی اگه خودش هم نخواسته باشه نمیشه. خیلی کسانی هستند که همین مشهد زندگی میکنن، شاید سالها به حرم امام رضا نره،
من کسر سراغ دارم که حدودا شاید 10-12 کیلومتر راه هر صبح به نماز صبح بهرام میه پیاده میه این ساعت 10 شب حرکت میکنه 11 شب حرکت میکنه سیدم هست حدودا شاید بگم 85 سالم سن بشه عشقشه دیگه عشق کلیپی رو همکاران آماده کردن میشه همون رو ببینیم حسین جان امسان مرا رسانی به کربلایت به کربلایت به کربلایت که رو به میشد به مجد خاک در سرایت در سرایت زروی رحمت نما نگاهی به حال زارم به خانم امسال به سوی کویت که بیقرارم که بیقرارم حسین جان امسال مرا رسانی به کربلایت به کربلایت به کربلایت کبری سپ میخواستم پرسان کنم که بعد از دیدن کلیپ چه حسی به شما دست داد ولی خب چه بگیم که رنگ رخسار خبر میدهد سر درون محبت اگه تمام دنیا از آدم باشه اگه عشق امام حسین از به دل و سینه آدم نباشه هیچ چی ارزش نداره من شنیدم از بعضی روحانی میگن گریه در نماز باطل کننده مثلا مثلا طرف درد داره گریه میکنه طرف واسه که چیزی را دست داده باشه گریه میکنه ولی گریه بر مصیبت امام حسین به نماز هم حسن داره امام حسین اصلا در زندگی شما چه نقشی داره؟ با کابل یکی از قوم حضرگی ما میره به بیمارستان یک جوان 18-19 ساله میبره چون ارتباط داره با ائمه و امام حسین اینا من یه حرف بشما میزنم یه بچه میبره مادر میگه یه بگه ستسکن کو پدر میگه پول نداره یک جوان رد میشه میگه چی؟ مادر گریه میکنه میگه چی مشکل داری؟ میگه مشکل همی که ستسکن میخوای بکنم پدر میگه پول ندارم اون جوان میگه من ستسکن میکنم خلاصه ای رزینه میکنه آدرس از این رو میگیره میگه من ستسکن میارم وقتی که این ستسکن رو میبره دکتر میگه سرطان خونه ای بچه بچه 18-19 سال سرطان خونه خلاصه اون دوستی داره به هند همین کلیپ رو نمیکنه به زور اون میگه بله بین 50-60,000 دلار هزینه اینه 60-70% هم احتمال زنده بودن از یه هسته خلاصه این کلیپ هم میذاره به فضای مجازی وقتی فضای مجازی میگذره یک نفر به هلند پیدا میشه میگه من تمام هزینه از این میدم ولی معلوم نیست که کی هست منتها به این شخصی که کلیپ رو گذاشته اعتماد نمیکنه آدرس و شماره تلفن و خونه از اینا همه میفرسته خلاصه پیدا کردم اون زمان کرونا بودم بالاخره این بچه از کابل با همه مشکلات ما گفتیم بیا به ایران چون به ایران هم ما برنامه‌ریزی کردیم پیوند میخورد گفتیم من این هزینه به اینجا باشه که ما مدیریت کنیم ایره آوردن روز جمعه صبح جمعه از کابل پرواز کرد بیامد به یکی از همون کارا گفتم این اولین کاری که بکنی ببینی حرم امام رضا ببینی او که پدر بچه طالی به حرم نیومدن گفتم دکتر اصلی شما ایه خلاصه وقتی بود به حرم امام رضا اینه خیلی هم گریه کرده بودن از روز شنبه قرار بود که ما آزمایشات از زیر شروع کنیم یک ما قبل آزمایشات از کابل آمد ما با فوق تخصص خون به نام آقای دکتر شیردل نشون دادیم که بله سرطان خون پیشرفته هم هسته احتمال موندن از یه 50-60% بیشتر نیه با هزینه‌ای که میشه های میرو حرم امام رضا میبرن خیلی هم پدر بچه گریه میکنه از روز یکشنبه ما شروع کردیم با آزمایشات از این آزمایش اول منفی دوم منفی سوم منفی 6-7 آزمایش هم منفی دکتر از آخر گفت هیچ مشکل نداره این مریض نیه این کجا رفت اصلا دکتر اصلی بود دکتر اصلی امام حسینه وقتی که تربت امام حسینه اونجا ما برای شفا میخوره ای دیگه ما میتونیم من خودم شخصا من که نه خیلی کسانی هم هستن که نمیتونه در وصف ایم مثلا یک بر و ما یک قطره بگیم او بره ما یک قطره هم گفته نمیتونه کبلوی سب باید تو بالی شده که از امام حسین علیه السلام چیز را خواسته باشی و نشده باشه و به شما این حس دست داده باشه که با حضرت کار کرده باشی
به من که دست ندادم منطقه من به نظر میگه که خیلی وقتایی که ما خودم مثلا این چیزار خودم دگر ما خصوصی خودم دگر رفتم به حرم چسبیدیم به ذره خیلی چیزایی که نباید میخواستیم چون ما ظرفیت هم از بیشتر نبوده ظرفیت هم مدی بوده. خب امام حسین چی؟ آیا فکر کردین که امام حسین علیه السلام با شما کار کرده؟ یا اگه کار کنه چی اتفاق میفته؟ خدا نکنه از ما خیر باشه ولی به اعمال ما که نگاه میکنه 100% خود ما منطقه او از قد بزرگوار هست ایش به قهر نمیکنه ایکم لطفی از ماهایه ایکم لطفی از ماهایه. خیلی وقتا میشه من میگه خانواده من مسئول به عنوان مسئول جا گاهی وقتی میبینی خیلی از خانواده میه خدا رو شاهد میگیری به معذر خدای خیلی وقتا شده به خانمی که مستحق بوده گریه کرده من کاری ساخته نشد از دستم به او امام حسین قسم من کفشای رو بس کردم یعنی با عشق کفشای رو بس کردم که یک زمانی نشه که یک وقتی از مشه یکی باشه چه عمر را که کنه حرفا رو کنه فوق از این ما 70 سال عمر کنیم 80 سال 100 سال عمر کنیم فقط تنها چیزی که بخون میبره میره محبته محبت ائمه محبت امام حسین این از ما بگیرم خیلی چیزا رو از ما گرفتن زمان حضرت پیغمبر یک نفر آقای رسول الله برای گفتن که به این عمل نیکی که تو انجام دادی چی میگی که به تو بدی طرف خواستم مدی گفت بعضی گفتم حضرت گفت کاش ای به من میگفت که بهش در کنار تو باشه. حالا ما ظرفیت تعمیر بیشتر نداره. ما به مدیات فکر میکنیم. اگه به معنویات فکر کنیم یک آن ما از او مدیات نمیخوایم. چون مدیات تامین شدیم دیگه. وقتی که انسان به دنیا میاد رزق از او حواله شده. منتها اضافه بر سازمان که خواسته باشیم پس مگر به ورثه بگذاریم دیگه به وارث بگذاریم. همون چیزی ما استفاده میکنیم. چیزی که نصیب روزی ما نه چیزی که میخوریم. میپوشیم. بخی دیگه از ما نیه کبرای جان اگه امیال امام حسین ببینی دوست داری حضرت به شما چی بگویه و شما دوست داری چی بگویه به حضرت نگه نگاه کنه به طرف ما نگاه از خود حرفه خدا کنه حضرت ما رو ببینه چشم خود به زمین نندازه خدا کنه به او اعمالی که ما داریم روش ده بر نگردونه اگر واقعا ماها امام حسین رو درک کنیم ما فکر کنم به دنیا هر کسی به اندازه وسع اخو امام حسین رو بشناسه هیچ جنجالی به دنیا ما نداره هیچ جنجالی به دنیا نداره محبت، صمیمیت، الفت همه چیز هسته فقط ما همه روش مکتب امام حسینه به اندازه وسع خو نه به اندازه وسع اونا به اندازه وسع خو ما درک کنیم از او پیروی کنیم موفق در کجای زندگی احساس کردین که امام حسین علیه السلام دست شما را گرفته تمام زندگی ما از امام حسین بوده ما همین روزا نفهمی همیشه که نفس میکشیم مال امام حسینه مال ائمه کربلای سایه وقتی یک نفر از سفر کربلا میآید مردم منتظرن که سوغاتی بیاره خو کربلایی است دیگه سوغاتی کربلا به نظر شما چیست مور کربلا خاک کربلا میگن به مور کربلا کس سجده کنه ثواب نماز 70 برابر میشه کسی که کربلایی میشه چی فرقی با دیگرا داره و از او چه انتظاری باید داشت؟ او که 100% تغییر میکنه، قبول میکنه. وقتی که اونجوری میره، خودن هم وایزه که صحبت میکنه. این که ما با شما به سبب منابع میشنیم، به دیگه شراک هستیم. یک صحنه تعریف میکنه که روز عاشورا چیکار شد، روز تسوع چیکار شد، کی به شهادت رسید، کی اول به شهادت رسید، چیکار کردن. اینا رو تعریف میکنه. وقتی که اون صحنه رو میره از نزدیک یک کربلایی میبینه، خیلی تاثیرگذاره. شما انشالله خب نیفهم با کی معظمه رفتیم وقتی که بریم شما شهدای احد ببینیم وقتی ببینیم حمزه سید شهدا قبر حمزه سید شهدا همون صحنه یاد شما میه که آقا رسول الله گفتن بالای پای عمومر خار بپوشنیم که عمم نبینه متوجه شده عمم نبینه و آخرین گپتانه با امام حسین علیه السلام در برنامه بگوید آقا مار تا زنده ایم دریاب موردم دست مار بگیر مهر خور از دلم بیرون نکن توانم همی بیشتر نبود آقا بعد همه ما و شما خدمت خیلی باشه انشاءالله
یا علی جان به سرای بلا کن گذری، یا علی جان به سرای بلا کن گذری، به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری، تا سر نیز سر ناطق قرآن نگری. زینب غم زدم، زینب غم زدم.